ماه صفر، ماه صفر از ماه الله سبحانه و تعالی است. این ماه از دومین ماه سال شماری هجری بعد ماه محرم است. این ماهی است که در آن اولین غزوه در اسلام واقع شده است که آن غزوه ابوا است. این غزوه سال دوم هجری شده بود و در ماه صفر سال هفتم هجری خیبر فتح گردید و در این ماه چند شهرهای دولت فارس فتح گردید و آن در سال 16 هجری بود. و از کارهای زمان جاهلیت که آن را اسلام دیگر کرد این تطیر حال بد و نیک گرفتن در این ماه بود. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند نه سرایت بیماری، یعنی گذشتن بیماری از کسی به کسی دیگر، یعنی آنها اعتقاد داشتند که کسلی خود به خود و نه با تقدیر الهی به دیگران می گذرد و فرمودند که نه فال گرفتن، یعنی و نه بخسنجی به واسطه پرندگان، کلمات، سرزمین ها و شخصان و فرمودند که و نه فال گرفتن از پرندگانی که شبانه پرواز میکنند. یعنی آنها اعتقاد داشتند که به خانه کسی که پرنده نشیند با آنها مصیبت می آید و فرمودند که و نه سفر، که در این ماه معروف است در زمان جاهلیت فال نیک و فال بد می گرفتند، لیکن یگان حادثه واقع نمی گردد مگر اینکه آن با تقدیر الله سبحانه و تعالی می باشد. این از اعتقادهای زمان جاهلیت بود که اسلام آن را باطل گردانید و فرمودند نه منازل ما، یعنی در زمان جاهلیت به منازل های ما فال نیک و فال بد می گرفتند و فرمودند که و نه جن و شیطان ها که عرب ها اعتقاد داشتند آنها را از راه گمراه نموده هلاک می گرداند. این حدیث همه باوری های نادرست را باطل نموده بیان می کند که آنها نمی توانند کسی را از راه دور نموده هلاک نمایند. ماه صفر به مثل دیگر ماه‌های سال است که در این ماه نیکی و بدی واقع می شود. همه کارها تنها از دست الله سبحانه و تعالی است. هیچ حادثه نمی شود مگر اینکه آن را الله سبحانه و تعالی تقدیر کرده باشد. الله سبحانه و تعالی فرمود بگو به ما بجز آن چه الله برای ما نوشته است هرگز چیزی نرسد. او کارساز ماست و مؤمنان بر الله سبحانه و تعالی باید که توکل کنند. سوره توبه آیه 51.